همراهان همیشگی کانال کیوسک درود بر شما در دومین بسته خبری امروز با خبر و تحلیلی بسیار مهم با شما عزیزان هستیم آغاز تجمعات خیابانی در آستانه سالگرد انقلاب 1401 مجازات سخت آخوند حکومتی توسط جوانان آزادی خواه پیش از مشروع اخبار از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم آغاز تجمعات خیابانی در آستانه سالگرد انقلاب ملی 1401 مجازات سخت حکومتی توسط جوانان آزادی خواه. در حالی که چند هفته بیشتر به سالگرد انقلاب ملی 1401 در ایران نمانده است خشم جامعه در گوشه به گوشه ایران در حال فوران کردن است روز گذشته خبری در رسانه های حکومتی منتشر شد که طبق یک آخوند حکومتی در لرستان به شدیدترین نحو ممکن توسط جوانان غیور این شهر مورد مجازات قرار گرفته است امام جمعه نورآباد لورستان در پستی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده نوشته است بی شرفی که امامه از سرم پرت کرد را گفتم که این لباس پیامبر است و عملت گناه کبیره او به سمت آمد و ناگهان شرمگاهش را اوریان کرد و برابای تنم نجاست ریخت و مورد تشویق آبرینی چون خود قرار گرفت بر طبق گزارشات شهروند خبرنگاران این فرد توانسته پس از تنبیه این ناخوانده حکومتی از صحنه بگریزد و امام جمعه نوراباد تا رسیدن نیروهای پلیس ابا و امامش را در گوشه انداخته و در شوکه این حرکت جوان لورستانی بوده است از سوی دیگر خشم اصناف و افراد جامعه به حدی زیاد شده است که هر روز خبری در مورد تجمعات آنها در جای جای ایران منتشر می شود. پرستاران جان به لب رسیده در حالی وارد سومین هفته اعتراضاتشان می شوند که اعتصاب آنها ترسی بزرگ به جان حکومت و نیروهای انتظامی کشور در آستانه سالگرد انقلاب ملی 1401 انداخته است. از سوی دیگر نبود انرژی و بنزین در این ماه گرم سال به موزل جدی برای حکومت نالایق جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گزارشات نشان می دهد که در بسیاری از پمپ های بنزین شمال کشور بنزین یافت نمی شود و بسیاری از جایگاه ها از کار افتادند. در همین رابطه علت ناترازی برق شهریور بر از زبان سخنگوی صنعت برق کشور در برنامه زنده تلویزیونی مشخص شد او در این مصاحبه دست به اعترافی هولناک زد و گفت دو ماه کشور بی صاحب بود صدها را خالی کردند الان آب برای شرب هم نداریم نیروگاه های برقابی هم تعطیلند بر حال میزان برنامه ریزی برای استفاده از نیروگاه برقابی کمتر میشه دلیلش اینه که این منابع رو نگه داریم برای کشاورزی و شربی که مردم به اصطلاح بخش مختلفی که از خروجی اون سطح استفاده میکنن ذخیره بکنیم و استفاده پاییزه رو در واقع داشته باشن از این منابع آبی مضافن این که هر ساله بعد از 20 مرداد یه شکست دمایی در کشور اتفاق میافتاده این اتفاق نیافتاده و ما در واقع تقاضا بالا بوده و از این طرف شما یه بخشی از نیروگاه برقابی رو از دست دادیم مثلا الان در کارون چهار و کارون سه ما در حد تولید هستیم یا به نوعی نمیتونیم از ظرفیت کامل این دو نیروگاه استفاده بکنیم این باعث شده که ناترازی در شهر ما بیشتر بشه و همین دلیل ما محدودیت هایی که توی بخش های مختلف داشتیم حالا چه در بخش صنعت چه در بخش خانگی بیشتر شده در هفته های اخیر رسانه های عمومی ایران شاهد ناهماهنگی و تناقض‌های های شگفتاوری در گفتار مقام های حکومتی درباره افزایش قیمت بنزین بوده است. از یک سو مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم از قیمت پایین سوخت در ایران در مقایسه با نرخ جهانی انتقاد کرد اما از سوی دیگر با گمان زنی درباره امکان افزایش قیمت عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد جامعه آماده شوک افزایش قیمت بنزین نیست و محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری هم گفت که دولت در این زمینه با عجله اقدام نخواهد کرد. خصوصا سرجاش میمونه و بنابراین فقط این مقدار میشه محدودترش کرد و هدفمندترش کرد. به نظر من ما الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسه و به نظر من این کارا اصلا کلا من خودم معتقدم ما کارهایی که شوکاور باشه در اقتصاد الان نباید بکنیم و جامعه هم تحمل اینو نداره در همه زمین ها در بنزین هم همین در جای دیگه اونا راهکارهای خاص خودش داره باید بشینیم و راهکارهای پیدا بکنیم که به هر حال ناترازی اونها را هم کاهش بده و بحث ناترازی رو انرژی بحث بنزین روی اون سیاستی که دنبال میکنید ببین این که ما بالاخره الان بنزین زیاد مصرف میشه ولی بحث های خوبی من میبینم کارشناسی دارم میکنن میگن شما میگین نرخ بنزین بکنیم بین المللی آیا شما مثلا اتومبیلتونم هم به قیمت بین المللی میفروشی مثلا شما ماشین 20000 دلاری در کشور به قیمت 5000-6000 دلاری دارین آیا ماشین های ما الان واقعا کم مصرفن یعنی انرژی سیو نه آیا مثلا قدرت خرید مردم من میگم اینها با هم یه پکیجه و اگر ما این کار رو نتونیم بکنیم عملا باعث یک صدمه دیگه به قدرت خرید مردم میشیم ببین خیلی راحت بهش نگاه نکنیم مثلا بعضی میگه خب بنزین رو بکنید مثل منطقه که قاچاق نشه بله این یه بحثشه ولی بحث بعدش این که اصل تورمشه که نمیتونی کتمان این نکته پنهانی به حساب نمیآید که پزشکیان بارها تاکید کرده بود دارای برنامه از پیش مدونی نیست. او برنامه خود را پیروی از ولایت فقیه و اصناد بالا دستی اعلام کرده است. پیروی از رهبری که ولایت مطلقه دارد و با داشتن اختیارات گسترده مسئولیت و پاسخگویی ندارد. خود این امر یکی از تناقض‌های ساختاری حاکمیت است که کمیابیش و مستقیم و غیر مستقیم به تناقض در سیاست گذاری و اجرامی انجامد. اسناد بالادستی هم حاوی متون و اصول بسیار کلی تدوین شده هستند و برای اجرایی شدن نیاز به سیاست های کوتاه مدت دارند اما دشواری کار پزشکیان تنهایی نیست ترکیب کابینه او نیز چیزی نبود که در چارچوب برنامه پیشبینی و معینی سازماندهی شده باشد بلکه حاصل جمع نیروهای گوناگون و ناهماهنگ است انتخابی که بنا به مشاوره با این آن فراهم آمده و در نهایت مورد پذیرش علی خامنه ای قرار گرفته است. با چنین ای تناقضات در گفتارهای بنزینی البته شگفت‌آور نیست چون در نبود یک سیاست راهبردی کلان و منسجم به ویژه در موضوع حساسی مانند افزایش قیمت بنزین پیدایش سردرگمی و تناقض در گفتار مقام حتمی است البته این تنها تنگنای حاکمیت در برون رفت از بحران ناترازی و قیمت گذاری بنزین نیست بلکه ناکارآمدی در مدیریت اجرایی به معنای شکاف بین سیاست ها و و اجرای آنها از دیگر معضلاتی است که حاکمیت با آن روبروست در صورتی که تصمیم های مربوط به افزایش قیمت بنزین با ناکارآمدی اجرا شوند یا به دلیل مشکلات اجرایی با تأخیر مواجه شوند این امر می تواند به تناقض بیشتری درون حاکمیت و نارضایتی های عمومی منجر شود البته به نظر می رسد حکومت در بالاترین نقطه یعنی شخص رهبر از آن رو که به گفته خودش به کمپولی و نبود وقت گرفتار آمده به نوعی به تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین رسیده است. اما مقامها تلاش می کنند با پنهانسازی اطلاعات یا ارائه توضیحات متناقض از بروز نارضایتی های عمومی جلوگیری کنند. این چنین فقدان شفافیتی در فرایند تصمیم گیری طبیعتاً به تناق تناقض های گفتاری منجر می شوده اگر شهروندان و حتی برخی مقام ها از دلایل واقعی و پشت پرده تصمیم های اقتصادی آگاه نباشند این فقدان شفافیت لاجرم به اظهارات متناقض و فقدان تطابق بین سیاستها و عملکرد ها می همچنین از آن رو که نظام جمهوری اسلامی همواره محل کشمکش منافع جناها و باندهای گوناگون برای دسترسی به منابع ثروت منزلت و قدرت بوده است تصمیم گیری های اقتصادی به خصوص آنجا که به توزیع رانت مربوط است غالبا با تناقض های اجتماعی ناپذیر روبرو می شود زیرا هر جناح سعی می کند از سیاست هایی حمایت کند که به نفع خودش باشد و در موضوع های حساسی مانند افزایش قیمت بنزین جناح های مختلف موازی متناقضی اتخاذ می کند افسون بر این جناح ها و باند های مختلف درون حاکمیت در مواجهه با تنگناهای بحران اقتصادی یا اعتراضات عمومی معمولا دیدگاه های متناقضی در مورد نحوه مدیریت این بحران ها داشتند. این اختلاف نظرها به گفتارهای متناقض و سیاست های ناپایدار منجر شدند و سیاست ها های زیگزاگی حاکمیت در دههای اخیر بیانگر همین امر هم است. برای مثال یک باند ممکن است بنا به منافع جناحی به شدت طرفدار افزایش قیمت بنزین باشد در حالی که باند دیگر ترجیح می‌دهد با ارائه امتیازاتی مانند تعلیق افزایش قیمت ها از شدت بحران بکاهد هر گونه گذاری اقتصادی دشواری که دارای پیامدهای غیر قابل پیشبینی سیاسی و امنیتی باشد، نیازمند سرمایه اعتماد اجتماعی شهروندان با حاکمیت و پشتیبانیان هست. در شرایطی که سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش یافته است مقام ها قادر نیستند برای تصمیم های سخت در خصوص افزایش قیمت بنزین اقدام کنند تناقض در گفتار مقام ها و سیاست های ناپایدار به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی منجر می شود. در این شرایط شهروندان مشاهده می کنند که مقام ها نمی توانند به یک سیاست واحد پایبند باشند یا اینکه مواضعشان به سرعت تغییر می کند و نتیجتا اعتمادشان به حکومت بیش از پیش کاهش می آبد. این کاهش اعتماد می تواند خود به نارضایتی ها و اعتراضات بیشتری دامن بزند همچنین این تناقض در گفتار مقام ها و سیاست های ناپایدار که بیان بی و تضاد منافع درون حاکمیت است به افزایش تنش ها و بی صباتی سیاسی و امنیتی برای حاکمیت منجر می شود. چون این شرایطی بعید نیست به موقعیتی بینجامد که حاکمیت نتواند با کارآمدی با بحران ها مقابله کند و در نتیجه جامعه شاهد تشدید نارامی ها و حتی بحران های بزرگتر شود. سیاست های ناپایدار و تصمیم های متناقض هزینه های اجتماعی و اقتصادی گسترده برای کشور خواهد داشت. نبود پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصادی می تواند به فقدان سرمایه گذاری، فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. همچنین نارضایتی عمومی ناشی از این تناقض ها می تواند به اعتراضات گسترده و نارامی های اجتماعی ختم شود که خود هزینه های سنگینی برای حکومت و جامعه دارد در نهایت این وضعیت نشان دهنده چالش های عمیق درونی در ساختار قدرت است که پیامدهای گسترده ای برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه دارد همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.